ساعت 11 بجه می کارت سر بالا میکنیم. جنجال ها بر سر حضور یا عدم حضور نمایندگان مجلس اینجا در تالار عمومی. تنش هایی که سرانجام رئیس مجلس را مجبور کرد جلسه عمومی را بدون نتیجه پایان داده و میز ریاست را ترک کند. وکیل صاحب این حد جلسه در اینجا ختم است. آخر دوان الحمدلله رب العالمین. این هم نظر رمضان بشر دوست، نماینده ای همیشه معترض. ما در تاریخ چند ساله خود فراری اشتصار داشتیم، امروز فراری 4 عقرب داشتیم که رئیس فرار میکنه، جلسه را ختم اعلان میکنه به خاطر که تعداد وکلا که نامشان به عنوان غیر حاضر منتشر شده بود، اینا نمیخواستن و انتقاد داشتن که چرا نامشان به عنوان غیر حاضر منتشر شده. او میگوید شمار از نمایندگان که به دنبال تجارت و کارهای شخصیشان هستند اجازه نمیدهند تا نامشان در فهرست غایبین در تالار عمومی و در حضور رسانه ها گرفته شود. و باور بشر دوست رئیس مجلس هم در تبانی با آنها که اجمل رحمانی فرزندش نیست در این لیست قرار دارد نمیخواهد نام غایبین را رسانه ای کند. در این طرف قضیه حفیظ الله جلیل نماینده تاجر پیشه و سرمایه دارانی که این بار به مجلس راه یافته است میگوید کمبود نصاب در مجلس به اساس است و نمایندگان در جلسات عمومی حاضر هستند. درست بود در اوایل شاید نصاب پوره نبود، اما در نشستایی که تقریبا 4 نشست یا 5 نشست اخیر ما همیشه نصاب ما پوره هست و این را باید مردم بدانند که بعضی دستای خارجی سر پارلمان امروزی افغانستان دوری عبدون کار کرده رئیس و شایر میدازد که وکلای پارلمان در چکر است، در چکر کسی نیست. غیر حاضری دوامدار نمایندگان مجلس در حال خبرساز شده که بر اساس گزارش های حیات داری در حال حاضر بیش از 100 سند تقنینی روی میز کمیسیون های مجلس خاک میخورد. هفته پیش رئیس مجلس گفت تلاش میکند در 2 هفته آینده و تمام این سندها رسیدگی کند. برای دریافت خبرهای مهم و رویدادهای تازه کانال جرفا را سابسکرایب و ما را دنبال کنید.